بی‌مناسبت نمی‌بینم که در این روز گرم، شاید بعضی خسته این کلافه این از گرما، بعضی هم که حدود 30 نفر 30 خورده این نفر از سمینار اومدن، بعضی البته چهرهشون میدرخشه شادن، بعضی هم شاید خستن تا دیر وقتی شب بیدار بودن. بی مناسبت نمیبینم که این آیه که یکی از فرمایشات زیبای عیسی مسیح خداونده روی کلیسا، روی این فضای عالی، این بدن مقدس زیبای عیسی مسیح اعلام کنم. آمین. یوحنا باب 5:25 میگه آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید بلکه اکنون رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را میشنود و هر کی که بشنود زنده گردد. آمین آمین. که کسایی که اگه بین ما هستن حیات عیسی مسیح خداوند رو، زنده بودن او رو، پوری او رو تجربه نکردن، امروز آواز خداوند رو از طریق کلامش بشنون و حیات و زندگی بیابن، ناامیدان امید، خمشدگان برافراشته بشن در قوت خداوند. جالبه بدونین که هر وقت عیسی مسیح صحبتشو با آمین آمین شروع میکنه، داره میگه، یعنی منظورش اینه که سراپا گوش باشین، فقط یه گوش باشین. آمین. یه جوک براتون تعریف میکنم که این جوک بی مناسبت نیست با این صحبتی که کردم. یه پدری بود که هر چی که میگفت بچهش گوش نمیکرد و همیشه دعا میکرم، گفت ای خدا یه بچه‌ای به من بده که گوش کنه، یه بچه‌ای به من بده که سراپا گوش باشه، یه گوش بزرگ باشه برای من. خدا هم دعاشو شنید، یه بچه به او داد که فقط یه گوش بزرگ بود. پدرم که خیلی خوشحال میشه، میره بیمارستان، کیف میکنه، شروع میکنه به حرف زدن با بچه. انگار سالها بود هیچ حرفی نزده بود که کسی گوش بده. دکتر میگه ببخشین متاسفم که باید اینو بگم، فرزندی که به دنیا اومدیم فقط یه عیب کوچیک داره، مادرزاد کره و نمیشنوه. با اینکه گوش بود ولی نمیشنید. چرا دارم اینو میگم؟ به 2 دلیل دارم تعریف میکنم. اول که بخندیم، چون یکی از معجزاتی که خنده تو زندگی ما میاره که اگه استرسی هست، فشاری تو زندگی ما، استرابی هست، این کاهیده بشه. و همینطور خنده باعث میشه پراکندگی ذهن ما کاهش بیابه، چون که کارگرد مغز رو چیکار میکنه؟ بالا میبره و کمک میکنه که خیلی خوب بشنویم. دومین دلیل اینه که خدا میخواد که ما سراپا گوش بشیم، ولی در این حال ناشنوا نباشیم. یه آمین داره یا نه؟ آمین. عزیزم، وقتی به خلقت زیبای خدا نگاه میکنیم، انگار خدا هر چیزی رو که آفریده در حال حرکته. هر چیزی که نگاه میکنی در یک پروسه دائمی حرکت آفریده شده. هر چیزی که در کائناته، هیچ چیزی نیست که ایستا باشه، همه چی در حال حرکته. رودخانه ها، اقیانوس ها در حال حرکتن. زمین رو نگاه میکنه، در یه گردش دائمی دائما به دور خودش میچرخه. تمام سیستم خورشیدی، سیستم های ستارگان، همه در حال حرکتن. وقتی به بدن خودمون نگاه میکنیم عزیزان، قلب ما داره حرکت میکنه، نیست، داره میتپه. خون چی؟ خونم در حال حرکته. خون به بدن ما حیات میده، دائم در تمامی بدن ما در حال حرکته تا با تمام سلول ها چیکار کنه؟ رابطه برقرار کنه، هر سلولی از بدن رو تغذیه کنه، تازه کنه، مرمت کنه، حیات ببخشه. جالبه که همه این کارا رو هم در عرض 2 دقیقه میکنه. ششهای ما در حال حرکته، دستا و پاهای ما در حال حرکته، هرچی که ساخته و پرداخته شده از طرف اون آفریدگار توانا در حال حرکته. با بررسی دقیق‌تر وقتی نگاه میکنیم، میبینیم حتی چیزهایی که عزیزان به نظر ما در حال پوسیده شدنه، در حال مرگه، مثل اون برگ‌های فرو ریخته،
که وقتی راه میریم احساس میکنیم زیر پاهای ما پوسیده شده، داره میمیره، مرده، ولی در بطن خودش در حال تلاش برای چیه؟ آفریدن زندگی های تازه. حتی مرگ یه انسان پیامدی توشه که تولد تازه است، در یه مکان دیگه، در یک زمان دیگه، یک تولد تازه. همجور که پولس میگه در قرنتیان، اول قرنتیان باب 15 میگه ما در ذلت کاشته میشیم اما در قوت برخیزانیده میشیم، در فساد کاشته میشیم اما در جلال برخیزانیده میشیم. هر فنایی که به فکر ما تموم شد از فنای داره محو میشه، در نهایت عزیزان به بقا در خداوند ما عیسی مسیح آراسته میشه. آن هوشمند کاهنات هر چیزی رو برای حرکت آفریده. وقتی به معجزات عیسی مسیح خداوندمون نگاه میکنیم، هر معجزه‌ای که عیسی مسیح میکرد نیاز به حرکت داشت، نیاز به ایمان هم داشت. دو چیز، حرکت و ایمان. بسترتو بردار و برو، چشمانت رو برو تو اون آب مخصوص بشور، برو خودتو به کاهن نشون بده. انگار که ما ساخته شدیم تا با خدا حرکت کنیم، انگار ساخته شدیم که با خدا تا دور دستا بریم. ما تحمیل شده در این پایین نیستیم. خدا ما رو از درون خودش عزیزان آفریده، به بیرون آفریده تا با او راه بریم. و یک تصویر خیلی عالی، خیلی تصویر زنده و ملموسی به ما میده. زمانی که شروع میکنی با خدا راه میری، انگار همه چیز در تو زنده میشه. زمانی که میفهمی تو آفریده شدی که با خدا حرکت کنی، یک امید تازه، یک چیزی در تو جون میگیره. چرا؟ چون ما آفریده شدیم که با خدا حرکت کنیم. اما چرا دارم اینا رو میگم؟ برای اینکه پوری روح خدا متوجه شدیم در این چند هفته پایان داستان نیست، بلکه شروع یه حرکته. حرکت به کجا؟ به سوی اون زندگی مافوق طبیعه، به سوی اون بالا، فراخواندگی به سوی بالا. در اورشلیم هم میبینیم وقتی روح خدا آمد بر اون 120 نفر چی شد؟ با ریزش روح خدا یک حرکت بیوقفه، یک حرکت فزاینده شروع شد و تا الان ادامه داره و ادامه خواهد داشت. و همینطور هفته پیش هم شنیدیم که تعمید روح، پوری روح پایان داستان نیست. انگار مثل یک دره، مثل یک دروازه است که تو رو به سوی وقف بیشتر، دعایی عمیق‌تر عزیزان، پرستشی عمیق‌تر، شناختی عمیق‌تر، زندگی خداپسندانه‌ای خیلی پرمحتواتر، ملموس‌تر، عمیق‌تر، دری به سوی عطایای روحانی، ثمرات روح که به سوی ما باز شده. مخصوصاً دریه که به سوی جای ما رو حرکت میکنه که شجاعانه تر بتونیم انجیل زیبای عیسی مسیح خداوند و انجیل پر جلال او رو به دنیا بشارت بدیم، حرکت کنیم و بشارت بدیم. و همینطور چیزی که به وضوح هفته پیش تجربه کردیم در پرستش، یادتونه من این الهام و یه قسمتی از اونجا گرفتم، در اون پرستش عالی، اینگاه یکی از نتایج پوری روح اینه که ما رو به سوی پرستشی، ستایشی، شکرگزاری عمیق‌تر حرکت میده. از پوری او هفته پیش چشیدیم، همگی بهره یافتیم، فیض به عوض فیض، بخشش به عوض بخشش، آزادی به عوض آزادی، آرامش به عوض آرامش. وقتی پوری روح رو تجربه میکنیم، ما رو به سوی شکرگزاری عمیق‌تر، ستایش و پرستشی خیلی بیشتر در روح راستی حرکت میده. و این حرکت عزیزان ما رو به سوی قدسای او، تا به قدسای او حرکت میده. در واقع ما آفریده شدیم تا به سوی صحنای او با شکرگزاری حرکت کنیم، وارد صحنای او بشیم، تا به مقر پادشاهی او که قدس الاقداس حرکت کنیم. آمین.
مزمور 100 چقدر زیبا میگه، آیه 4 و 5 میگه به دروازه های او با شکرگزاری داخل شین، به صحنای او با ستایش حرکت کنید، او را سپاس گویید، نامش را متبارک بخونید. چرا؟ زیرا خداوند ما نیکوست و محبتش جاودانه و وفاداریش، عزیز من، چه تجربه کرده باشی چه نکرده باشی، نسل اندر نسل ادامه داره. دعای یک ایماندار وقتی یه متولد تازه پیدا میکنیم، روح القدس دریافت میکنیم، ما رو وارد اون هجله های خودمون میکنه که اولین چیزی که رابطه برقرار میکنیم دعا کنیم. ولی دعای ما شامل سه تا پایه محکمه، مثل سه پایه که اسمش چیه؟ سه ستون اساسی: شکرگزاری، ستایش و پرستش. وقتی این مزمور 100 رو میخونیم انگار سیاحت یک زائر مسیحیه که چطور در دعا با شکرگزاری، با سپاس، با پرستش به حرکت در میاد تا به اون حکومت پادشاهی خدا برسه. ولی متاسفانه عزیزان، گاهن ممکنه ما دعا بکنیم، خیلی از ایماندارا دیدم بر این باورن که دعا رو اینطور میبینن، دعا یعنی درخواست، یعنی لیست خریدمون رو بدیم تا پدر ببره سوپرمارکت چیکار کنه؟ خرید کنه. البته خیلی خوبه، خدا میخواد که ما درخواستامون رو به او بگیم، ولی دعا مثل نواختن یک ساز در یک موسیقی نیست، یک ساز تنها نیست، بلکه دعا نواختن یک ارکستر عظیمه که شامل آلت موسیقی زیادی درونه. و امروز میخوام سه تا از این نوت ها رو، سه تا از این آلات های موسیقی رو یاد بگیریم. اینا چیه؟ شکرگزاری، ستایش، پرستش. آمین. که نتایج مستقیم پری روحه. اول میخوام امروز، فکر نمی کنم وقت بشه، امیدوارم هر موقع که خداوند مقرر کنه بتونم تمام این سه تا پایه اصلی رو بتونیم با هم دیگه یاد بگیریم. ولی اول میخوام شکرگزاری، که متاسفانه اکثر ما، بازم بگم، ما نمیدونیم چجوری دعا کنیم. برای همین وقتی دعا میکنیم دست خالی از حضور خدا بر میگردیم. چرا؟ چون نمیدونیم دعاهای ما شامل شکرگزاری، ستایش و پرستشه. این حضور ملموس خدا رو اونجا هویدا میکنه و این قانونیه عزیزان که خدا گذاشته به عنوان یک شرط مطلق. برای چی؟ برای اجابت دعاهای ما، دعاهایی که در اراده خداست. اگه امروز این سه تا نوت رو یاد بگیرین، اگه امروز این سه تا آلات موسیقی رو یاد بگیرین، قول بهتون میدم انقلابی در دعاهای شما صورت میگیره. چرا که وقتی که ما شکرگزاری میکنیم چیکار میکنن این سه تا پایه؟ در شکرگزاری ما چیکار میکنیم؟ وقتی شکرگزاری میکنیم ما نیکویی خدا رو اعلام میکنیم، قوت خدا رو اعلام میکنیم. در ستایش چی کار میکنیم؟ ما عظمت خدا رو اعلام میکنیم. در پرستش چی کار میکنیم؟ وقتی خدا رو میپرستیم ما قدوسیت خدا رو اعلام میکنیم. این بزرگترین عمل بشری یک انسانه، وقتی خدا رو پرستش میکنه. پس بیاییم با هم دیگه اسم پیام امروزو اگه موافقیم بذاریم: در هر وضعیتی چیکار کن؟ شکرگزار باش. در عبرانیان باب 12 آیه 28 میگه: پس چون پادشاهی را میابیم که تزلزل ناپذیره، پس بیاییم شکرگزار باشیم. عزیزان، ما باطل و اباطیل رو نمیپرستیم، ما خدایی رو میپرستیم، ما پادشاهی رو میپرستیم که زنده است، او و ملکوت او نابود نشدنیه. آمین. ما ایمانمونو، ما زندگیامونو بر پایه و اساسی محکم بنا کردیم وقتی ایمان میاریم به عیسی مسیح. پس این بهونه خیلی عالیه که تک تک ما با قلب‌های شکرگزار، با ردای پوشیده شده از شکرگزاری به صحنه‌های خدا داخل شیم، به کلیسای خداوند. جالبه بدونید در یونانی کلمه شکرگزاری کاملا 100% با فیض در ارتباطه.
انگار فیض و شکرگزاری یک ارتباط تنگاتنگی با هم داره. یعنی انگار کسی که شکرگزاره یه جوری در قلمرو فیض داره زندگی میکنه. شخصی که روحیه شکرگزار نداره بی بهره از فیض خداست. فیض خدا رو نمیتونه بچشه. تو نمیتونی، غیر ممکنه که فیض خدا رو بچشی، در فیض خدا زندگی کنی ولی شکرگزار نباشی. در کتاب افسوسیان باب 5 آیه 18 تا 20 من فقط گاهی آیه ها رو اشاره میکنم. میگه مست شراب نشوید که شما رو به هرزگی میکشاند، بلکه از روح خدا پرشین. نمیخوام امروز رو مسئله منفیش تکیه کنم، بلکه رو مسئله مثبتش. وقتی میگه از روح خدا پر میشی، نتیجه چیه؟ شکرگزاری. وقتی روحی شکرگزاری نداری چی میشه؟ از درون خالی هستی. به زبانی لحظه ای که تو از شکرگزاری باز میستی، شکرگزاری ما رو به حرکت گفتیم وامی داره. وقتی که لحظه ای که از شکرگزاری باز میستی، انگار استوب میکنی، دیگه حرکت نمی کنی، به جلو نمیری. نه فقط به جلو نمیری، اگه این ادامه داشته باشه به عقب حرکت میکنی. پاهای تو مثل مرتدا به عقب کشیده میشه. شکرگزاری تو رو به سوی جلو، به سوی قلب پدر در حرکت قرار میده. در تسالونیکیان پولس باب 5 آیه 18 میگه در هر وضعی شکرگزار باش. میخوای بدونی اراده خدا چیه؟ زیرا این است اراده خدا برای تک تک ما. آخه چجوری شکرگزاری کنم؟ آخه تمام زندگی من اصلا براشفته است. الان فکرهای من براشفته است. آخه چیزی رو ندارم که شکرگزاری کنم. یه داستان جالبیه. البته بیشتر من فکر میکنم حتما افسانه است. شخصی بود که در رودخونه داشت شنا میکرد. خیلی هم داشت کیف میکرد. یه دفعه یه تمسایی به اون حمله میکنه. یه رندی هم داشت بیرون رودخونه نگاه میکرد. این لب ساحل بود که تمسا به این حمله میکنه. اومد که بیاد بیرون، یه تیکه از پاشو میکنه، این دست و پا میزنه، از توی آب میاد بیرون. وقتی میاد بیرون فقط آه و ناله، خون از پاش میامده، ولی در همون دردی که میکشیم گفته خدای مرسی، خدای شکرت، خدای با تمام قلبم تو رو میستایم. اون رند میاد میگه عجب خلوچلی هستی ها، یه پاد رفته، خون ریزی داری میکنی، چی رو داری شکر میکنی؟ میگه ببین، دارم شکر میکنم که تو دهان گناه گیر نکردم، بلکه تو دهان یک تمسا گیر کردم. گرفتار شدن از تو دهان تمسا خیلی قلب شکرگزار بیشتری میخواد تا تو دهان گناه گیر کنی. پولس دوباره در فیلیپیان باب 4 آیه 6 میگه برای هیچ چیز نگران نباش، بلکه دعاهای خود رو وقتی دعا میکنی با شکرگزاری به خدا ابراز کن، نه با نقنق. با شکرگزاری به خدا بگو هر چیزی که داری، هر دردی که داری. چرا؟ چون آرامی خدا که فوق از فکر و تصور توست، حتی قبل از اینکه جواب دعاتو بگیری فکر و روح روانت عوض میشه. باور کنی، من تجربه کردم وقتی آرامش خدا، شالوم خدا میاد، حتی دعاهای من عوض میشه. میگم ای خدا جان قربونت برم، خودمونیم ها، خوب شد این دعاها رو جواب ندادی، چون اگه جواب میدادی این خاری تو پهلوی من میرفت. متوجه هستین؟ این شکرگزاری چه حکمتی رو ما میاره، چه آرامشی رو ما میاره که اراده خدا رو میفهمیم، درست دعا میکنیم. و ما عزیزان بدون روش مقرر شده، تو اگه دعا بکنی در حضور خدا بری، چه احساسی میکنی؟ انگار دور هستی از خدا، انگار خارج از دروازه های خدا هستی. ایستادی زنجموره میزنی، فریاد میزنی خدای رحم کن، چرا دعامو نمیشنوی؟ دعای من چرا به حضور تو نمیرسه؟ خب عزیزم، تو خارج از دروازه های خدا ایستادی با یه قلب قرقرو. بدون شکرگزار تو نمیتونی نزدیک دروازه های خدا بشی. قلبی که شکرگزاره، قلبی که پر از خضوع و خشوعه، قلبی که شکرگزاره، شاید میگه چیزی ندارم، آخه اوضاع که به وقف مرادم نیست،
پاس نگرفتم، با شوهرم مشکل دارم، با زنم مشکل دارم، زندگی من پر از آه و تقلص، چه آرزوهایی دارم هنوز خدا به من نداده، چرا باید خدا رو شکر کنم؟ جوابش تو مزمور 105، زیرا خدا نیکوست، رحمتهای او ابدی و امانتهای او بسیار. چه بفهمی چه نفهمی، چه احساسش بکنی چه نکنی، موافقیم با هم یک بار اینو اعلام کنیم؟ زیرا خداوند نیکوست و رحمتهای او ابدی و امانتهای او بسیاره. در هر شرایطی خواهر و برادر عزیزم، خداوند فوق از دعا و فکر و تصور ما نیکوست. داستان خیلی جالبیه در لوقا باب 17، 10 تا جزامی ناپاک که نمیتونستن به عیسی نزدیک شن، از دور ایستاده بودن، به آواز بلند چون نمیتونستن داد میزدن، میگفتن ای عیسی بر ما ترحم کن، ای عیسی به ما رحم کن. عیسی جالبه، فقط بر میگرده نگاه میکنه، هیچی نمیگه، فقط با اون نگاه نافذش، با اون نگاهی که تمام رگ و ریشه و سلولای بدنش با شکرگزاری به آسمان وصل بود، فقط نگاه میکنه، میگه برین خودتونو به کاهن نشون بدین. چون حرکت میکردن عزیزان، نایستاده بودن، جزامیشون هم هنوز پاک نشده بود، حرکت اونا چه چیزی رو نشون میداد؟ ایمانشونو. آمین. چون حرکت میکردن در بین راه، همشون از جزام طاهر شدن، ولی یک نفر عزیزان، فقط یک نفر، یک اجنبی، یک سامری، یک حرکتی جهشی میکنه، یک حرکتی بالاتر، انگار پرواز میکنه. اونا فقط حرکت کردن، فقط اون یک حرکتی پر از، چون قلب شکرگزار ما رو پرواز میده. نمیدونم وقتی شکرگزاری داری، میدونی اصلا آدم اینکار تمام سلولای بدنش میخواد پرواز کنه به سوی خدا، یک حرکت جهشی میکنه، خدا رو تمجید کنان، به پاهای عیسی میفته، خدا رو سپاس گویان. عیسی مسیح خیلی اینجا دردم میگیره، بارها خودمون تجربه کردیم. میگه اون 9 نفر کجا هستن؟ کجا رفتن اون 9 نفر؟ فقط تو یه دونه اجنبی موندی؟ فقط تو یه نفر بودی که بیای تشکر کنی؟ نگفت وای اگه ماها بودیم، خداوند چرا میخوای خودتو جلال بدی؟ به عنوان یک انسان داشت میگفت، نی؟ جلال از آن خداست. انگار داره میگه تشکر از یک انسان، قدردانی از یک انسان، انگار شکرگزاری از خداست. اون یک نفر کو؟ کجا رفت؟ برو که ایمان تو رو چیکار کرد؟ نجات داد. به خاطر اون قلب شکرگزارت، تو رو فوق از دعای تو، فوق از درخواست تو برکت میدم. باز هم افسانه‌ایه در مورد یک برده، اینم افسانه است ولی یک پیام خیلی عمیقی توشه. یک برده رومی بوده که از نزد اربابش فرار کرد یه روزی، خیلی انگار سخت بود، تو یه غارهای تو صحرای لیبی اونجا خودشو پنهان کرد. همینجور که پنهان شده بود تو اون صحرا، یهو یه دونه شیر دید که همینجور از درد و ناله داره به خودش میپیچه. وقتی خوب یواشکی نگاه کرد، دید یه خار خیلی عمیقی تو پهلوی این شیره و این داره از درد به خودش میپیچه، خون ریزی، جراحت خیلی زیاده. میاد این شیر و خار رو در میاره، جراحتشو میپوشونه و خیلی به این شیر رسیدگی میکنه تا سالم میشه. ولی بعد از یه مدت این برده گیر میفته، صاحب این برده میسپره اینو دست قانون. در اون فرهنگ اون زمان هم کسی که جرمی مرتکب میشد باید چیکارش میکردن؟ اونو مینداختنش جلوی شیرا، مینداختنش جلوی شیرا. از قضا وقتی این شیر وارد میدان شد که این مرد رو تیکه پاره کنه، همون شیری بود که روزی اون برده به اون رسیده بود. به جای اینکه بیاد اونو بدره، چیکار کرد؟ آروم کنار پای این برده زانو زد و این برده شروع کرد داستانشو برای مقامات تعریف کردن.
و از طرف دولت او بخشیده شد و نه تنها بخشیده شد بلکه آزاد شد. عزیزان گاهی تک تک ما از من گرفته تا گاهن هممون قدرشناسی رو باید از حیوانات یاد بگیریم. قدرشناسی و تشکر نزد حیوانات خیلی راحت تر پیدا میشه. یک ضربون مسئله ترکیه که ترکا خوب میدونن، میگه اگه به کسی خوبی میکنی این سگ هار چیکار کن؟ ازش فرار کن، چون ممکنه تو رو گاز بگیره. تجربه قرنها که ما انسانها داریم در این ضرب المثل نهفته هست. شاید من و تو امروز دردهایی داریم از ناسپاسی دیگران، از قدر نشناسی دیگران نیست؟ ولی بیا امروز چشم تو از این آهناله های درونت بردار، بلکه فوکوس خودتو امروز لیستی آماده کن که خودت چقدر از دیگران، من چقدر کارهای دیگران برای من کردن تشکر نکردم. بیام اول از خدای پدر تشکر کنیم به خاطر اون رحمت ابدی و بی پایانش، از خدای پسر تشکر کنیم به خاطر اون نجات حیرت انگیزش، به خاطر اون انگیزه محبت عظیمش که روی صلیب اون همه خاری رو به خاطر من تو تحمل کرد. بیایم از روح القدس تشکر کنیم به خاطر ارشادهاش، به خاطر مشورتهاش، به خاطر اون رفاقتهای خاموش و آرومش که در زندگی ما رو حمایت کرده. بعد از والدینمون، از معلممون، از پزشکا، تمام کسایی که شغلهایی در جامعه دارن، شغلهای خدماتی، انسانهایی که خدماتی رو به دنیا ارائه میدن. شاید الان پرانتز باز کنم یه سوالی براتون پیش بیاد که امکان داره کسی اصلا روحیه ناسپاس هم داشته باشه، ولی خیلی ما دیدیم، حقیقتا تو این کلیسا بارها دیدم چقدر هدایای بزرگ هم از خدا دریافت میکنه. شاهد بودین؟ هیچ قدرشناس نیست، هیچ وفادار نیست، چقدرم خدا با پوری بهش میده. عزیزان میخوام بهتون بگم اون شخصی که به نظر میاد، حتماًم به نظر نمیاد، هدایای بزرگی از خدا گرفته، مثل اون نه تا جزامی بوده، مثل اون نه تا جزامی. اون نه تا جزامی که قد نشناس بودن هرگز ایمانشون رو نیاموختن که ایمان چه حرکت عظیمی و چه پاداش عظیمی به عهده داره. فقط مسیحیان سپاسگزار هستن عزیزان که در درک فیض خدا رشد میکنن. خدا نیازی به تشکر ما نداره، بلکه روحیه شکرگزار ما رو وارد صحنای او، وارد دروازه های او، وارد صحنای او میکنه و خیلی خیلی بیشتر به قلب خدا نزدیک میشیم، به اون پادشاهی بی زوالش نزدیک میشیم، چشمای دلمون باز میشه و خیلی چیزا رو بیشتر یاد میگیریم. حقیقت خیلی عظیمی در شکرگزاری وجود داره عزیزان که باعث میشه قدرت معجزه آسای خدا، قدرت مافوق و طبیعی خدا در زندگی های ما جاری بشه. عیسی مسیح وقتی که شکرگزاری میکرد با یه شکرگزاری عزیزان خدا بود نیست، دعاهای طولانی و پرتمطراق و که همه کلافه بشن اصلا نکرد، فقط با یه شکرگزاری غذای یه کودک رو بالا گرفت، چیکار کرد؟ شکرگزاری کرد، 5000 نفر غذا خوردن. چی بود؟ این حرکت مافوق و طبیعه بود. از کجا نشأت میگیره؟ و قلب یه شکرگزار. وقتی پای قبر لازر وایستاد فقط چی گفت؟ شکر ای خداوند که تو دعای منو میشنوی. ما همه فرزند خداییم، چرا فکر میکنیم باید 1000 تا ناله کنیم تا دعای ما رو بشنوه؟ ما از تجربه کردن عزیزان قدرت عظیم خدا محروم میشیم، چون عادت کردیم که شکرگزاری نکنیم. گاهن قلبهای ما بدون شکرگزاریه، پرورش ندادیم خودمون رو، تعلیم ندادیم. اما الان میخوام بگیم با همدیگه یاد بگیریم نقطه تاریک و مقابل شکرگزاری چیه؟ عدم شکرگزاری نیست؟
عدم شک گذاری. یه مقدار میخوایم به این بپردازیم. بعدم بریم بخونین رومیان باب 1 آیه 21 و تمام رومیان باب 1 بخونین. عزیزان منزجرترین گناهان تو اونجا نوشته شده. نوشته شده چطور بشریت میتونه چنین به لجنزار گناه کشیده بشه. کسی که اشرف مخلوقاته تو لجنزار تو چاه گناه افتاده. چطوری؟ اونجا آیه 21 میگه هرچند خدا رو میشناختن ولی چون خدا تمجیدش نکردن، چون خدا او رو شکرگزاری نکردن، برای همین کلام خدا میگه بیفهم شدن، تاریک شدن، در جهالت و نادونی خودشون قوطه‌ور شدن. دیگه به یه جایی رسید کور روحانی، نمیفهمیدن چی گناه چی گناه نیست. این اشاره به عهد عتیقه. تو عهد جدیدم تو دوم تیموتائوس باب 3 آیه 1 تا 4 لیست ترسناکی رو به ما میده که نتیجه عدم شکرگزاریه. میگه در زمانهای آخر مردمان خودپرست، ناموتی والدین، طماع، دروغگو، متکبر، بی الفت، کینه‌جو، غیبت‌گون یافت میشن. و سه تا چیزو خیلی قشنگ بغل هم نوشته، خوب اینجا گوش کنید: بدگو، ناسپاس، ناپاک. یعنی چی داره میگه؟ تو نمیتونی شخص مقدسی باشی، زبان مقدسی داشته باشی اما ناشکر باشی. متوجه هستین؟ ناسپاسی، کسی که ناسپاسه هرگز انسان پاکی نمیتونه باشه. کسی که زبان شکرگزار داره هرگز نمیتونه بدگو و غیبتگو باشه. باور میکنی؟ در اعداد میبینیم به خاطر سفری طولانی که قوم داشتن چقدر ناشکیبا و قرقرو شدن. خدا مارهای سمی بین اونا فرستاد. عزیزان وقتی ما ناشکریم به زندگی خودمون زهر مار، اون مارها رو فرستاد که اونا رو نیش بزنه. یه پیام داره برای ما. وقتی ناشکریم یک زهر ماری توی زندگی ما، توی افکار ما تزریق میکنه که خودمون مسموم و دیگران رو مسموم میکنیم. چرا؟ چون ناشکری میگه ای خدا من با تو موافق نیستم، فکرای تو برای من فکرای سلامتی نیست، من اعتراض دارم، من به رحمتهای تو چیه؟ هیچ امیدی ندارم. با این حالت حتی میام کلیسا. عزیزان من خودم بارها این کارو کردم. باور میکنیم با این حالت میریم تو حجره های خودمون، تو رازگاه های خودمون با این قلب میریم. یادمون میره که در زمانهای قدیم حتی پادشاهان قدیم، عزیزان هرگز پادشاهان ایران به خصوص، ما میشناسیم کوروش و داریاش و داستاناشو تو نهیمیا استر خوندیم، اجازه نداشت هیچ کس با قیافه عبوس، میگه حتی از نزد دروازه های این پادشاه بگذره. و حتی جاهایی بوده که فرمان اعدام این شخصو میدادن. چرا؟ چون توهین بزرگی بود به پادشاه. یعنی تو نمیتونی حکمرانی درستی توی مملکتت داشته باشی. برای همین من خوشبخت نیستم، برای همین من ناراضیم، برای همین پادشاه ایران نمیتونست تحمل کنه. تو استر نوشته میگه جایز نبود کسی با لباس ماتم، با قیافه اخمو داخل دروازه های پادشاه بشه. چه لباسی به تنته وقتی وارد کلیسا میشی خواهر برادر عزیزم؟ چه ردایی تنته؟ آیا ردای تسبیح تنته؟ آیا معماهای خودتو بربد میگشایی یا قرقر میکنی؟ وقتی شروع میکنی به قرقر کردن نسبت به زنت، نسبت به شوهرت، نسبت به کلیسات، نسبت به خادمت، چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که تو هیچ برکتی از اونا دریافت نکنی. به قول پاستور یخته. چرا؟ چون خدا درها رو میبنده توی زندگی تو، برکتش خشک میشه. چون داری میگی زن من، شوهر من، کلیسای من اون چیزی نیست که تو میخوای ای خداوند. و نه فقط اینو داری میگی، خدا در زندگی زن من، شوهر من فعال نیست، در حال حرکت نیست، هیچ کاری نمیکنه. متوجه هستین چی داریم میکنیم؟ خیلی هستن هم شوهر هم پیش پاستور رفتن هم پیش من، شروع میکنن زن من هنوز داره این کارو میکنه، لیستا رو میدن. بارها من خودم میگم ببین آیا تغییر کرده یا نه، من دارم تغییرات تو اون میبینم.
اگه یه کف دست تغییر میبینی تو شکرگزاری کن، اگه قطره میبینی شکرگزاری کن، تا خدا رگبار فراوانی و برکاتشو تو زندگی شوهر تو و زن تو جاری کنه. راستش یکی از بهونه ها، یکی از چیزهایی که هدایت شدم این پیامو بیارم هفته پیش بود، یه زوجی خیلی مشکل داشتن، خیلی درد داشتم، خیلی داشت به جاهای باریک میکشید. خدا من چی کار کنم؟ خدای کمکم کن. آیا 3 روز روزه بگیرم؟ 1 هفته روزه بگیرم؟ چی کار باید بکنم؟ کاملا صدای روح القدس رو میشنیدم در اعماق قلبم. هیچی، روزه نگیر نسرین، روزه نمیخواد بگیری. فقط شک گذاری کن به خاطر این زن شوهر، برای خلقت زن، برای خلقت شوهرش، برای نجاتشون شک گذاری کن. تو اصلا اجازه نداری بدون اینکه شک گذار یه نفر باشی براش دعا کنی. خیلی وقت ما با دعاهامون، با قرقرامون زنمون و شوهرمون رو لعنت میکنیم و جدایی به وجود بیاریم. خدای ببین این کیه، ببین من چه شاگردی دارم، ببین چه شوهری دارم هنوز درست نشده، چه مسئولی دارم 5 تا انگشتم رو عسل کنم هنوز 2.5 قرص باقیه، چه شاگردی دارم اصلا احترام حالیش نیست، اصلا هیچی حالیش نیست. چی داریم میگیم با این؟ خواهر برادر عزیزم، تو وقتی با دعا، در دعات شکرگزاری کنی برای خلقت او، برای نجاتش، تو رو برکت میدی، بهترین او رو بیرون میاری. ولی وقتی نق میزنی بنده ای رو نزد آقای خودش با دعاهای قرقر محکوم میکنی، همون یه ذره هم که هست قطع میشه تو زندگی تو، دعای تو از سخت بالاتر نمیره. وقتی از زنت، فرزندات غر میزنی، تو بدترین اونا رو بیرون میاری و اینجوری تو با شیطان، اون متهم کننده، در یک لاین حرکت میکنی. ولی وقتی شکرگزاری میکنی با کابینه الهی، پدر، پسر، روح القدس هم نوا میشی و اونا دستاشونو، بازو پر اجرایشونو حرکت میدن توی زندگی تو. باور میکنی؟ شک کن برای کلیسات، شک کن برای این صندلی هایی که روش نشستی، شک کن برای خادمی که با تمام ضعفاش هنوز داره تو رو خدمت میکنه. یه چیز کوچیکی میبینی نرو پشت صفه بذار و اعتبارش رو ننگین کن. میدونی چه کسایی از کلیسا میرن عزیزان و چرا میرن؟ 99% با اطمینان میتونم بگم، خودتون کاملا براتون روشن شده، از یک قرقر شروع میشه، از یک ناشکری شروع میشه، در برکت تو اون کلیسا به روشون بسته میشه. برای همین خشک میان، خشک میرن، با چشمای بی فروغ اونجا میشینن. آخرش هم میگم من از این کلیسا هیچی نمیگیرم، پر از دلخوری از این کلیسا به اون کلیسا حرکت میکنن. کلیسایی که یاد گرفته عزیزان اعضا برای خادمین شکرگزاری کنه و خادمین برای اعضا پرستش و شکرگزاری به خاطر تک تکشون بکنن، شالوم خداوند در هر وضعیتی رو این کلیسا جاری میشه. در هر امری شکرگزاری کن. چرا باید شکرگزاری کنم؟ دستم شکسته، پاس هنون نگرفتم، شرایط من بده، وارد بحرانهای خیلی زیادی شدم. شکر کن در هر شرایطی که خدا وارد شه، بنا کنه. وقتی شکرگزاری میکنی خدا وارد میشه. با شکرگزاری که میکنی هر جایی که احتیاج داشتی کم کم شروع میکنه به کار کردن. ایمان تو خدا رو وارد صحنه های زندگی تو میکنه. آمین. شکر کن برای این دولت، شکر کن برای بیمارستانه که میری. هر دفعه که یکی میره بیمارستان میگم عزیز جان، میگه خواهر نسرین دعا کنی این بیمارستان نرم، تو اون یکی بیمارستان زنم بزاد. میگم برای چی؟ میگه برای اینکه اون بیمارستان مجهزتره. میگم قربونه، تو ایران باید پول یه خونه میدادی میرفتی تو بیمارستان. شکر کن برای افرادی، قومی که تو نمیشناسن، فقط اینجوری خالصانه به تو خدمت میکنن، مفت و مجانی داری زبان یاد میگیری در کشوری که توش امنیته. کشور خودمون با ترس توی خیابونا را میرفتیم. در هر امری شکرگزاری کن. یادتونه یونسو باب 2 افتاد تو شکم ماهی؟ کیا هستن الان تو شکم مشکلات هستن؟
هی نق میزد در تنگی خود. خداوند رو میخوانم، ای خداوند من رو به جرفی ها بردی، من رو در دل دریا انداختی، اصلا این خیالتم نیست، سیل ها داره من رو احاطه میکنه، جمعی موج هاش بر من گذشت، الهی بمیرم برای خودم که تو اصلا نمیبینی که من تو شکم ماهی گیر کردم، هنوز چند وقته همینجور سفیر و سرگردون، هیچ پاس، هیچ شغل، هیچ خونه، هیچ اسباب، شوهرم، زنم همه خل و چلن. ای خداوند بیا بیا، ای خداوند کجایی؟ دل من در اندرونم بیتاب شده، به قول اصفهانی تو دلم داره رخ میشوره، از چشم تو افتادم، حتما یونس داره میگه، اینا کلمات یونسه، از چشم تو افتادم ای خدا که منو نگاه نمی کنی. این ماهیه هی پمپ میزد قلبش، همجور داشت هضمش میکنم، گفت حالا جا بیاد، آخه چه لقمه لذیذی گیرم افتاده، همجور زق بزن، منم همجور دارم تو رو هضمت میکنم، در این مشکلات حال جا بیاد. اما یک امای عظیم عزیزان اینجاست، همه با هم بگیم اما. اما 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 من یونس با آواز تشکر صدای خودم رو نزد خدا بلند کردم، نزد توی خدا، در همین شکم ماهی دیدش خبری نیزق زدن، در همین شکم ماهی برای تو قربانی میگذرونم و اعلام میکنم با اینکه ماهیه داره منو لقمه چپش میکنه، الان تو رود کوچیک و رود بزرگش و بعد دف میشم، ولی اعلام میکنم ای خدا که نجات از آن توست. از خداوند صدای او را شنید، آمین. پس خداوند صدای او رو شنید، ماهی رو امر فرمود. نجات از آن خداونده، نی خودت بکشی، باور کن هیچ کی تحت تاثیر قرار نمیگه، هیچ کی تو آسمون. یونس رو داریم میبینیم ها، اصلا خدا هم دلش نسوخت، انقدر من میشستم سر سجاده نماز صبح تا شب زق میزدم، ناله میکنم، یکی دلش مرا من بسوزه، یکی الهی بمیرم، فقط من قربانی، همه به من بد کردن، هیچ کی دلش برای من نسوخت. تو مسیح هم اینو امتحان کردم. پس خداوند چیکار کرد؟ ماهی رو قی کرد. یونس ماهی رو امر فرمود، ماهی یونس رو در خشکی قی کرد. دعا کرد، دعا کرد، دعا کرد، بدون شکرگزاری، بدون سپاس، هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی شروع کرد، اینگاه ماهی نتونست اونو تو خودش نگه داره. عزیزا وقتی شکرگزاری میکنی، مشکلات نمیتونه اینجوری تو به دور تو این زنجیر بپیچه. ما در شکم ماهی های بزرگ وقتی در مشکلات هستیم عزیزان، مثل یونس نیاز به عزمی راسخ و استوار داریم که اسمش قربانی دادنه. میگه قربانی های شکرگزاری نزد تو میگذرونم، قربانی های تشکر، عزمی راسخ، عزمی فولادین. ولی عزیزان نتیجهش عالیه، چون که نجات از آن خداونده. پس ماهی رو امر فرمود و ماهی او رو قی کرد، دیگه نتونست او رو نگه داره. عزیزان گاهن او ما رو به عمق‌های مشکلات میبره، انقدر گاهی پایین میبره که با این یه ضربه‌ای به ما بزنه تا ما درک کنیم کارهای خداوند و راه‌های خداوند، که راه‌های ما نیست، فکرهای او فکرهای ما نیست. او ما رو پایین میکشه برای اینکه ما رو بالا بکشه تا قربانی های شکرگزاری تقدیم او کنیم، تا خدا رو بشناسیم که چقدر نیکوست. هفته پیش پاستور گفت تو اعمال رسولان پولس و سیلاس شروع کردن دیوها رو خارج کردن، چی شد؟ با چوب زدن حالشون رو جا آوردن، انداختنشون تو زندان. یادتونه سیلاس نیومد بگه شماتت کنه، ملامت کنه، بگه خیلی موقع ما میگیم ببین برای چی اینجوری شد، حقته که افتادی تو زندان، چون که اصلا چرا تو اصلا جاش نبود بیا دیو خارج کنی، شاید قدرتش رو نداشتی، شاید اصلا اون موقع روح بر تو تسلط نداشت، اصلا چه کاری بود کردی؟ اون موقع ما میرفتیم بشارت میدادیم تو ایران، میگفتن اگه گیر افتادین گرفتنتون خونتون گردن خودتونه، میخواستی ندی. سیلاس هم میتونه سروش ماتت کنه نیست، فقط اونا شروع کردن چیکار کردن؟
قریب به نصف شب بود، شروع کردم به تسبیح خواندن که ناگاه زلزله ای حادث شد به حدی که تمام زندان لرزید و چی شد؟ درها باز شد، زنجیرها فرو ریخت. عزیزان چه زنجیرهایی تو دست و پاتونه؟ بزرگترین زنجیر چیه؟ ناسپاسی. بیایم امروز در این آخر زنجیرهایی که بر اثر عدم شکرگزاری، عدم ناسپاسی به پاهای ماست، تصمیم بگیریم، قول بدیم به خداوند، بیایم در این میز عشا قوت بگیریم عزیزان، که روح و ردای شکرگزاری بر تن ما که برازنده ماست در تن ما پوشیده بشه، این زنجیرهای عدم شکرگزاری فرو بریزه و ما یاد بگیریم زنجیرهای خود رو، مشکلات خود رو با چی؟ با بربط مثل داوود بگشاییم. آمین. کسایی که کلام باشون حرف زده، کسایی که انقدر شجاع هستن، صادق هستن، که تای قلبشون میدونن یه قرقرایی هست و یه نقنقایی هست، حقیقتا دلشون میخواد که روحیه شکرگزار داشته باشن، ولی گاهن یه عدم شکرگزاری میاد و درهای آسمان رو روشون میبنده. میخوام سر پا با ایمان حرکت کنین. اولی حرکت، سر پا بایستیم. آمین. میخوام با یه دعای کوتاه و همینجور دومی حرکت، اون حرکت جهشی که اون جزامی اجنبی، جزامی سامری، یک حرکت جهشی که دستای خدا رو تکون داد، دوبله برای اون مرد به میان اومد عیسی مسیح خداوند. یه حرکت جهشی، نه تنها بیستین بلکه جلو بیاین، بیاین چند قدم به جلو. همجور که میاین جلو، من میخوام دعا کنم که با قدرت روح خدا هر زنجیری که به دست و پامون بسته شده همین الان در نام عیسی مسیح هرگاه اعلام میکنم پیشا پیش، پسر خدا تک تک ما رو آزاد کنه. هر آینه آزاد هستین. میخوام قبل از اینکه این زنجیرها بریزه، به خاطر اینکه در روح، روان، بدن ما، سیستم فکری ما، اون چیزهایی که از ژنتیک به ما رسیده، از گذشته به ما رسیده، اون عادتهای ناپسند که شرطی شده توی فکر ما، عادت کردیم، پرورش یافتیم عزیزان، قبل از اینکه حتی حس کنین، خداوند میگه در روح اینو احساس میکن، تک تک با گوشاتون میشنوین، گوشای جانتون، این شکسته شدن این زنجیرها رو امروز میخوام شکرگزاری کنیم، به خاطر اون زنجیرها که تو خداوند 2000 سال پیش روی صلیب تو شکوندی، خداوند شکستنش رو اعلام کردی. فقط ما امروز این آزادی رو با ایمان و شکرگزاری میخوایم دریافت کنیم. خداوند قبل از این هر چیز، خداوند میخوایم برای قرقرامون، برای شکایتامون از تو طلب بخشش کنیم، برای اعتراضامون که نشون میداد با تو اختلاف نظر داریم، با تو هم عقیده نیستیم، و چقدر این دل تو رو به درد آورد وقتی پدر زمینی پسرش باش ناموافقه، وقتی پسرش فکر میکنه که پدرش به ضدشه، بهش غر میزنه، چقدر یه پدر زمینی رنج میکشه. خداوند قبل از هر چیز خام خود من، خداوند که بارها غرغر کردم در قلبم، حتی دیروز غرغر کردم، خداوند وقتی داشتم پیام آماده میکنم غر زدم تو قلبم، خداوند اعتراف میکنم که گفتم کاش که واعظ مهمون هفته بعد نیاد، من بتونم اون دوتا قسمت پایه اساسی رو موعظه کنم، یادم رفت که تو خدایی هستی که زمانها رو تعیین میکنی، کافی خودم رو به تو بسپرم، زمانهامو برای زمانهای تو شکرگزاری کنم. خدای ببخش اعتراضای ما رو، ببخش این روح تسلیم نداشتن من و مایانو، خدای ببخش زمانهایی که به همسرمون غر زدیم، برای تغییراتی که زنمون کرد تو در رو به وجود آوردی، برای تغییراتی که در شوهرمون به وجود اومد، چشمای ما به خاطر ناشکری کور بود، ندید، فقط چشمای شیطان صفت ما بدی رو دید، بدی رو در اونا بیرون آورد.
خدایا ببخش که در محبت تو، در شناخت تو روش نکردیم، به خاطر همین تسلیم نیستیم با روحی شک گذار. اگه در محبت تو ریشه دوونده بودیم خداوند، یاد میگرفتیم در هر شرایطی که محبت صبوره، محبت اطفال ناپسندیده نداره، محبت ناشکر نیست، محبت روحی پر از اعتراض نداره. خدایی میخوایم به خاطر عدم شناخت محبت تو و تو از تو، اول قبل از اینکه به این قربانی مقدس نزدیک بشیم، خداوند توبه کنیم. خداوند ما رو ببخش، ما رو بیامرز. خداوند میدونم که تو عاشق احسان نمودنی، میدونم که این دعا رو زودتر از همه جواب میدی. حسن نام پر قدرت این شاه شاهان، این رب الارباب، تمام لعنت هایی که در ما، تک تک ما، به خاطر عدم شکرگزاری توی زندگی ماست، توی سرنوشت ماست، اون لعنت هایی که نسب به نسب به خاطر ناشکری توی زندگی های ما داره حرکت میکنه، به قدرت نام عیسی مسیح میشکنیم. آمین. کلیسای خداوند بگه آمین. در نام مسیح تمام لعنت ها رو که مثل زنجیر به گذشته ما، به نسل ما چسبیده که درهای برکت رو میبنده توی زندگیمون، میشکنم. به قدرت نام عیسی مسیح در حوزه روح، روان، بدن، تمام این لعنت های ناشکری، ناسپاسی، قدرنشناسی رو میشکنم. خداوند تا تک تک ما فرزندان خلف و شاکر تو باشیم. آمین. آمین. خدا شما رو مبارک و برکت یافته اعلام کنید. آمین و آمین. شد. مطمئن این زنجیرها شکست. کیا ایمان دارن؟ آمین. کیا این شادی و آرامش توی زندگیشون اومد و ایمان دارن این توی نسل ما، گذشته ما، آینده ما قطع شده. در عیسی مسیح ما آزادی داریم و میخوایم اعلام کنیم که خدا نیکوست، خدا نیکوست و رحمتهای او تا ابدالآباد است. پس ما هم نیستیم. خدا نیکوست، باشادی سراییم. خدا نیکوست، همدش کنیم. خدا نیکوست، شکی نداریم. خدا نیکوست، یقین داریم. چون از کنم او بر من پر از شادی شوم و به وجه می آیم. در قلب او جایی است بر من، پس با شادی سوی او روم. خدا نیکوست، با شادی سراییم. خدا نیکوست، همدش کنیم. خدا نیکوست، شکی نداریم. خدا نیکوست، یقین داریم. چون از کنم او بر من پر از شادی شوم و به وجه می آیم. در قلب او جای است بر تو، پس با شادی سوی او روم. خدا نیکوست، با شادی سراییم. خدا نیکوست، همدش کنیم. خدا نیکوست، شکی نداریم. خدا نیکوست، یقین داریم. یقین داریم. یقین داریم. خدا من شادمان باشید، خدا من را قوت او را بطلبید، حضور روی او را پیوسته طالب باشید. کارای عجیب را او کرده از به یاد آوری. ای تمامی زمین یهوه را بسرایید، نجات او را روز به روز بشارت دهید. در میان امت ها جلال او را ذکر کنید، زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت ممدود. مجد و جلال به حضور عیسی مسیح است، قوت و شادمانی فقط در مکان اوست. خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید، خداوند را در زینت قدوسیت پرستید.
آسمان شادی کند و زمین سرور نماید، در میان امتا بگویم عیسی سلطانت. خداوند را هم بگوییم زیرا که او نیکوست، زیرا که رحمت او تا ابد و لاباد است. دوباره ای طالبان، ای طالبان خداوند شاده با باشید، خداوند او را به طلبید، حضور روی او را پیوسته طالب باشید، کارای عجیب را او کرده از به یاد آورید. ای تمامی زمین یهوه را بسرایید، نجات او را روز به روز بشارت دهید، در میان امت ها جلال او را سکنید. خداوند از بیوینی قدید ممنوع مجو جلال به حضور عیسی مسیح است، قوت و شادمانی تواند نجمیوز. خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید، خداوند از جنت قدوسیت پرستید. آسمان شادی کند و زمین سرور نماید، در میان امتا بگوید عیسی سلطانت. خداوند را هم بگوییم زیرا که او نیکوست، زیرا که رحمت او تا ابد و لاباد است، زیرا که رحمت او تا ابد و لاباد است، زیرا که رحمت او تا ابد و لاباد است. هللویا. الان میخوایم در یه سکوت، در یه احترامی به خاطر حضور پدر، پسر، روح القدس و این میز اشاک قربانی مقدس روی اون برپاس، در یه تعمق، در یه سکوت، در یه تفتیش، در یه احترام خاص به حضور خدا باشیم. و همینطور این آیه رو برای این که میخوایم به این میز عشا نزدیک بشیم، برای اینکه قلب هامون بیشتر مشتعل این شکرگزاری و سپاس باشه، اینو قرائت میکنم براتون. در عبرانیان باب 13 آیه 15 میگه پس بیایید به واسطه عیسی قربانی سپاس رو پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهای ماست که به اسم عیسی مسیح خداوند معترف است.